اگه دوست داری بدونی که قزلالا با چه روشی صید میشه، حتما این ویدیو رو نگاه کن. سلام دوستان، من پیمانم، این کانال سان آف نیچره. خیلی ازم پرسیده بودن که با چه تومی، با چه قلابی، به چه روشی ما این قزل رو میتونیم صیدش کنیم. خب من این کلیپ رو درست کردم براتون که بهتون آموزش های لازم رو بدم، پس در ادامه با من همراه باشید. خب دوستان، همینطوری که میدونید ماهی قزلالا یه ماهی سردابی جنگجوه که به واسطه احداث شدن پرورش ماهی های مختلف قزلال های رنگین کمان توی کشور ما تو اکثر رودخونه ها وجود داره. یعنی به عبارتی رودخونه هایی که بر سر راه اونها پرورش ماهی قزلال ها احداث شده، اون رودخونه حتما قزلال های رنگین کمان داره. و اما قزلالای خال قرمز، این قزلالا قزلالای بومی ایرانه و در جریانید که این گونه کاملا سر مخالف داره با قزلالای رنگین کمان، یعنی به طوری که قزلالای رنگین کمان به اون گونه حمله میکنه و ممکنه که نسل این ماهی رو برداره. عزیزانی که اومده بودن کامنت گذاشته بودن که مرسی که رهاسازی میکنید، مرسی که اهمیت میدیم به طبیعت، فلان میکنین. در واقع دوستان، قزلالای رنگین کمان رو بعد از صید نباید به رودخونه رها کرد، چون پدر ماهی بومی رو در میاره. خب حالا از این حرفا که بگذاریم، میریم سراغ معرفی روش های صید. ببینید به طور کلی به دو روش میتونید شما این ماهی رو صید کنید، روش انتظاری و روش اسپینینگ. حالا اسپینینگ خودش حالا با تومه‌های مصنوعی، لانسه ها یا همون پرک، تومه‌های ژله‌ای میتونید این ماهی رو صید کنید. حالا من توی سفر اخیرم که با محمد داشتم به چند تا تومه‌ای که باش کار کردیم اشاره میکنم و توضیحات لازم رو بهتون میدم. خب دوستان، این لانسه مپس اگیلیات سایز 3 هستش، نقره‌ای با خالای قرمز. این لانسه دوستان برای اول صبح بسیار لانسه خوبیه، فلش خوبی داره و توی سفر اخیرم ما چندین صید با این لانسه داشتیم. این هم لانسه مپس اگیلیا سایز 3، خال قرمز، زمینه طلایی. این چون طرح ماهی خال قرمز رو داره و همینطور این لانسه و ماهی رنگین کمان اینو یه گونه مهاجم برای خودش تو قلم روی خودش به حساب میاره، با فلشی که زیر آب داره و طرح روش، قطعا ماهی به این لانسه حمله خواهد کرد. اما بنابه حجم آب، جریان آب، این وزنش متغیره. مثلا اگه توی جریان تند بخوایم ماهی گیری کنیم، خب قطعا این لانسه رو آب توف میکنه بیرون به خاطر اینکه سبکه. به همین خاطر شما باید از لانسه 5 یا لانسه شماره 4 استفاده کنید برای این کار که سنگین تره و چرخشش یک جورایی میشه گفت میتونه باعث بشه که توف نشه، خودشو نندازه بیرون از آب توی جریان، و یک جورایی میشه گفت چون بزرگتره و ماهی بزرگتری بهش حمله میکنه. و اما لانسه بعدی، لانسه ایلوای ایتالیا سایز 3 که یک جورایی میشه گفت طرح بدن خود ماهی رنگین کمانو داره و ماهی رنگین کمان چون هم نوخار هم محسوب میشه،
به این لانسه حمله میکنه. و یه نکته دیگه، این لانسه برای آبهای کدر مناسبه چون رنگ سفید داخلش کار شده و رنگ صورتی فلورسن که باعث میشه توی آب موقع فلش زدن کاملا دیده بشه و ماهی بهش حمله کنه. اما لانسه پرچمی، دوستان این لانسه لانسه‌ایه که در مناطقی که شما احساس میکنین دور و برتون حشرات رنگ و رنگ زیاده، نمیدونم پرنده های رنگ و رنگ کوچیک زیاده، در جایی که خیلی حشرات رنگ و رنگ و خیلی محیط وایلد لایفی به عبارت داره، میتونین از این لانسه استفاده کنید. و اما تومه ژله‌ای که راجعش صحبت کرده بودم باهاتون، دوستان این تومه هم در زیر آب نقش یک کرمو به راحتی و به زیبایی بازی میکنه که توی سفر قبلیم با محمد هم محمد چندین سید با همین تومه ژله‌ای داشت که این به محضی که وارد آب میشه شروع میکنه به دم زدن. و اما لورها، ببینید دوستان گفتم که ماهی قزلالا هم نخاره، پس به هر ماهی کوچیکی که اطراف قلم رو خودش ببینه حمله میکنه. البته لور رو بیشتر برای ماهی های سایز استفاده میکنه، یعنی قزل های بالای 1 کیلو، بالای 2 کیلو، قزل های سنگین بیشتر به لور حمله میکنن، چون که اگر شکم ماهی های خیلی سایز رو باز کنین، ماهی های قزلال های سایز رو باز کنین، قطعا توی شکمشون بچه ماهی وجود داره، حالا یا هم نوخاریه یا ماهی های دیگه، فرقی نمی کنه. البته ممکنه به لور ماهی کوچیک هم بزنه، ولی بیشتر برای ماهی سایز استفاده میشه. این هم یک رنگ دیگه از لور قزلی که مناسب آبهای کدر و جاهایی که نور کم وجود داره، چون رنگش فلورسنته و باعث میشه که ماهی دید بهتری روش داشته باشه. لوری بعدی یک لور سالمو 2.5 سانته که کاملا سینکه و روی آب وای نمیسته که با کشش به زیر آب بره، این به محض پرتاب میره پایین و تو هر عمقی که مد نظرتون بود نخو میکشیم و شروع میکنه به بازی کردن. البته توی سفر قبل ما با یک رنگ دیگه این لور ماهی رو زدیم که حالا عکسشو الان براتون میذارم. تومه بعدی اسپون، دوستان به این قاشقک های کوچیک که رنگ بندی جذابی هم دارن اسپون هم میگن، سایز کوچیکش برای قزل استفاده میشه، سایز بزرگش برای اردک ماهی، سونگ و شیربوت. حالا این چه نقشی رو داره؟ این به محض ورود به آب شروع میکنه به ریپ زدن. ریپ زدن نقش یک ماهی کاملا زخمی رو ایفا میکنه و باعث میشه که ماهی بهش حمله کنه. و اما تکنیک بعدی، تکنیک کفخواب، بیشتر مناسب جاییه که حالا دریاچه هم میشه استفاده کرد، ولی بیشتر مناسب رودخونه‌هاییه که نمیتونین اسپینینگ کنین، آب کمه، بیشتر توی چاله ها مایی وجود داره، میتونین از اون ریسه استفاده کنین که لینک اون هم بالا براتون میذارم، برین حتما ببینید. خب دوستان یه نکته، سعی کنید همیشه توی ماهیگیری قزلالا از نخ فلوروکربن استفاده کنید، حتما استفاده کنید، مخصوصا جاهایی که آب به شدت شفافه، نور داخل آب زیاده، هوا آفتابیه، ماهی دید کامل داره به تومه شما. خب نخ فلوروکربن چه کار میکنه؟ نخ فلوروکربن
باعث میشه که شکست نور صورت نگیره و کاملا میشه گفت این نخ استتار میشه زیر آب و ماهی اونو نمیبینه. حالا سایزهای مختلفی داره، میتونید از سایز 25 تا 35 شو تهیه کنید و ادامه نخ ماهیگیریتون که میخواین تومتون رو بهش بس کنید مثلا اندازه 30 سانت تا 50 سانت استفاده کنید تا ماهیگیری موفق تری داشته باشید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. صرفا این ویدیو رو ساختم که یه جوابی باشه به کامنت دوستان که دوست داشتم بدونم تو سفرهای قبلی ما از چه تومایی استفاده کردیم، چه کار کردیم و اینجور داستانا. دوستان ویدیو رو حتما لایک کنید، برام کامنت بذارید تا من انرژی بیشتری بگیرم، بدونم چه سبک ماهیگیری دوست دارید، چه ویدیوهای بیشتر بذارم و اینجور چیزا. سابسکرایب به کانالم که یادتون نره. ممنون، خدا نگهدار.